سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. از اینکه برنامه هشتگ سوژه رو برای تماشا انتخاب کردید از شما متشکرم. مسلما محبان اهل بیت علیه السلام به خاطر فواید و آثار دنیوی و اخروی این محبت نیست که دوستدار اهل بیت علیه السلام هستند، اما بیان آثار و فواید این محبت برای محبان جای بسی افتخار است و شاید برای دشمنان نیز اتمام حجتی دیگر باشد. بیننده های محترم، در شامگاه شنبه نهم بهمن ماه 1400 و به مناسبت دهه بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در 857مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه از شما میپرسم آثار و فواید محبت حضرت زهرا علیها السلام در دنیا و آخرت چیست؟ بله بیننده های محترم، در خدمت شما هستم از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. انشاءالله شما هم به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر سید الشهدا علیه السلام باشید. در باب ابعاد مختلف آثار و فواید محبت حضرت زهرا سلام الله علیها مستحضر هستید که به قدری روایت و احادیث بسیار است از معصومین علیهم السلام که در یک برنامه، دو برنامه و ده برنامه و ده ها برنامه هم شاید تمام نشود، فقط بیان این آثار و فواید. در این برنامه نیز تیتروار فقط و بسیار فشرده و مختصر به برخی از روایات در این زمینه بسنده می کنم تا هر جایی که وقت برنامه به بنده اجازه دهد. خب همین مطلب باعث افتخار شیعیان و محبان حضرت زهرا سلام الله علیها است که وقتی بخواهیم از آثار و فواید محبت به آن حضرت صحبت کنیم صدها ساعت هم زمان داشته باشیم، باز وقت کم است. نه صحبت از جانب خود، بخواهیم فقط و فقط روایت هایی که از معصومین علیهم السلام، از پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله تا دیگر معصومین به ما رسیده، فقط تیتروار بخوانیم صدها ساعت وقت لازم دارد که جای بسی
افتخار است برای محبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، محبت شخصیتی را در دل داریم که معصومین، گلهای سرسبد خلقت، کسانی که جایگاه والا نزد خدای متعال دارند، درباره آثار و فواید محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها این جملات رو فرموده اند و العاقل یکفیه الاشاره که دیگران باید به فکر فرو روند که محبت چه کسانی رو در دل دارند. اهل تسنن رو مشخصا عرض میکنم در این زمینه که به ویژه جوانان اهل تسنن که بیننده برنامه هشتگ سوژه و شبکه امام حسین علیه السلام هستید، قدری تأمل کنید. شمایی که محبت ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه، حفصه رو در دل دارید، چند روایت صحیح عرض می کنم، اگر نه روایت جعلی اسرائیلیات و از این گونه روایاتی که بسیار زیاد هست در صحاح شما و دیگر کتب شما، نه روایت صحیح و سند، نمیگم از امامان علیهم السلام، میگم از پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، چند روایت صحیح و سند دارید راجع به همین افرادی که شما محب به اونها هستید و محبتشون رو میگید که در دل دارید. حالا به عنوان مثال راجع به مادرتون عایشه اهل تسنن و جوانان بیننده شبکه امام حسین علیه السلام از اهل تسنن، راجع به مادرتون عایشه و آثار و فواید محبت به عایشه شما روایتی هم دارید؟ دیدید از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که مثلا به اصحاب فرموده باشند که کسانی که محبت عایشه رو در دل داشته باشند، این نتایج، این فواید، این آثار رو در دنیا و آخرت برای اونها به دنبال دارد؟ دیدید همچین روایتی؟ ولی ما برای ام الائمه النجباء حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که افتخار میکنیم خدای متعال این توفیق و این لیاقت رو به ما عطا کرده که نام مقدسش رو بر زبان جاری کنیم و محبت ایشان را داشته باشیم، صدها روایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کتاب ها موجود هست که آثار و فواید محبت به ایشان رو بیان میکنن. همین مطلب بیانگر عظمت وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها نزد خدای متعال هست. اولین تماس امشب رو میگیریم. آقای انصاری از کجا هستن؟ آقای انصاری از یاسوج، سلام علیکم. سلام علیکم، از آقا خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید، وقتتون بخیر. خواستم اول یه سلامی داشته باشم بعد در رازه با موضوع صحبت کنم. خواهش میکنم به اختصار باشه، بفرمایید. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا علی الامیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ائمه المعصومین جميعا و رحمت الله و برکاته. قبول باشه زیارتتون. در شأن حضرت فاطمه و اهل بیت پیامبر، همین بس وقتی در زیر کسا رفتن آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا در شأن این خاندان نبوت نازل شد و اینها را خداوند طیب و طاهر و معصوم قرار داد و رسول خدا فرمودند حب علی ایمان و بغض علی کبر و نفاق. احسنتم، بسیار عالی. جناب آقای انصاری صدای من رو دارید؟ آقای انصاری، آقای انصاری صدای من رو دارید؟ ببینید،
روایاتی که نقل میکنید بسیار زیبا و قابل تأمل هست راجع به شأن نزول برخی از آیات درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا اهل بیت علیهم السلام و در فضیلت حضرت فاطمه زهرا سخن گفتن از احادیث و روایات بسیار زیبا هست و شنیدنش هم عبادت. ولی امشب مشخصا راجع به آثار و فواید محبت حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت صحبت میکنیم. چه روایاتی در این زمینه دیده اید؟ نظرتون رو میشنویم. گفت ذکر اسماء خمسه در جهان مشکل گشاست، دردمندان را دوایش برز داروی شفاست. فواید بسیاری دارد، کسی که توسل کند به پیامبر و اهل بیت طاهرین او هم در دنیا و هم در آخرت مشکل او حل خواهد شد. من خودم 5 سال پیش یک کلیه درد شدیدی داشتم، سنوگرافی رفتم، 12 میلی سنج بود و توانایی عمل و معالجه نداشتم. توسل کردم به 5 تن آل عبا و خدا را قسم داشتم به حق این 5 نفر که خداوند درد من را دوا داد و بعد از او رفتم سینوگرافی. دکتر گفت هیچ گونه آثاری از سنگ در کلیه شما نیست. الحمدلله، انشاءالله که همیشه سالم و سلامت باشید. تشکر میکنم آقای انصاری. اگر واقعا بخواهیم برنامه‌ای بگذاریم برای اینکه بیننده‌های محترم و محبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از آثار توسل به آن حضرت بیان کنند، برنامه که چه عرض کنم، چندین و چند شبانه روز لاینقطع هم که لایو و پخش زنده داشته باشیم و فقط بیننده‌ها تماس بگیرند باز هم تمام نمی‌شود. اما امشب راجع به آثار و فواید محبت حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت میخواییم صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. از سلمان فارسی روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ای سلمان، هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد با من در بهشت است و هر کس کینه او را در دل داشته باشد در جهنم است. سلمان، دوستی فاطمه در 100 جا سودمند است که آسان‌ترین آن مواضع مرگ، قبر، میزان، در محشر و در پل صراط هنگام محاسبه اعمال است. در روایت آمده محبین حضرت زهرا خود دارای مقام شفاعت هستند. امام باقر علیه السلام اجابه می‌فرمایند حضرت زهرا سلام الله علیها در روز محشر می‌فرمایند پروردگار را دوست دارم در چنین روزی قدر و منزلت من شناخته شود. خداوند فرماید ای دختر حبیب من، بازگرد و در میان اهل محشر هر کس محبت تو و یا فرزندان تو را در دل دارد دست او را بگیر و اهل بهشت کن. هنگامی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با شیعیان بر در بهشت می‌رسند، خداوند در دل شیعیان القا می کند بایستند و آنها می ایستند و پشت سر خود را نگاه می کنند. خداوند فرمی فرماید چرا ایستاده پشت سر خود نگاه می کنید؟ می گویند دوست داریم به این روز قدر و منزلت ما شناخته شود. پس خداوند می فرماید هر کسی را که برای محبت فاطمه شما را دوست می داشته و هر کس برای محبت فاطمه شما را اطعام کرده یا پوشانده و یا جرعی آب داده و یا در غیاب شما از شما دفاع کرده دست او را بگیرید و داخل بهش کنید. این نتیجه محبت حضرت زهرا و مقام شفاعت محبین حضرت زهراست. خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از سرکار خانم عزلت که از تهران پیام صوتی ارسال کردند. آزار و اذیت‌ها به شخص پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله از طرف برخی صحابه و دیگران بسیار شده بود. شماتت ها و زخم زبان ها به این که پیامبر چگونه پیامبری است که فرزند پسر ندارد و ابتر است، یعنی نسل او ادامه پیدا نخواهد کرد، ابتر است. خب بسیار زیاد آزار و اذیت میدادند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو، به ویژه با سخنان و زخم زبان های خودشان. سوره مبارکه کوثر نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
اگر فرصتی داشتید بیننده های محترم به صحیح بخاری مراجعه کنید و تفاسیری که راجع به لفظ کوثر دارد مطالعه بفرمایید، خالی از لطف نیست، خنده به لبهاتون خواهد آمد که این مفهوم کلی که خدای متعال در سوره کوثر بیان می‌فرماید که ما به تو عطا کردیم، انا اعطیناک الکوثر، و در مقابل می‌فرماید ان شانئک هو الابتر، صحیح بخاری نقل می‌کند که کوثر نهری است در بهشت، خدای متعال نهری در بهشت به پیامبر خاتم الانبیا عطا کرد. خب یه نهر خدای متعال عطا کرده، این نظر بخاری و برخی از مفسران اهل تسنن هست. در مقابل آزار و اذیت‌های قریش و شماتت‌هایی که می‌کردند، زخم زبان‌هایی که می‌زدند و بسیار زیاد هست، خدا یه نهر به پیامبر عطا کرده و تازه اون نهری هم که در بهشت هست و می‌فرماید که ان شانئک هو الابتر، اینهایی که شما رو شماتت می‌کنن، زخم زبان می‌زنند، این دشمنان خودشان ابتر هستند. ابتر بودن چه ربطی به نهری در بهشت دارد؟ یا حالا تفاسیر دیگری که بیان می‌کنند، منظور حوض است از کوثر، حوض کوثر رو بیان می‌کنند، یا منظور شفاعت برای گناهکاران امت پیامبر است، یا خیر کثیر است و دیگر مصادیقی که بیان می‌کنند برای این مفهوم کلی کوثر، انا اعطیناک الکوثر، خدای متعال کوثری عطا کرده به پیامبر آخرالزمان که دل پیامبر خدا آرام شود، و همچنین این کوثر باعث و ضامن بقای دین باشد که دشمنان گفتند ان شانئک هو الابتر، و این دین و این پیامبر هیچ دنباله ای ندارد، فرزندانی ندارد و خونسا کننده توطئه های دشمن باشد. اون نهر در بهشت این ویژگی ها رو دارد آقای صحیح بخاری. پس این یک مفهوم کلی است کوثر که مصداقی جز شخص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ندارد. روایت در این زمینه بسیار هست. حالا نهری که تماس میخوان مسئولان کارگردان، این رو هم عرض کنم، نهری که آقای صحیح بخاری نقل میکنه و روش خیلی هم مانور میده، شاید مطلع نبوده که خدای متعال در قرآن نه یک نهر، انهار بسیار زیادی، نهرهای بسیار زیادی به مؤمنین میدهد. اون وقت آقای صحیح بخاری میگن که به پیامبر آخرالزمان برای اینکه دشمنان خیلی آزار میدادن پیامبر رو، ایشان را ابتر خطاب میکردن، یه نهر در بهشت عطا میکند. آیه 15 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، فیها انهار من ماء غیر آسن، برای مؤمنین بیان میکند خدای متعال، و اینجا صحیح بخاری میگوید که یک نهر در بهشت. به هر حال راجع به تفسیر سوره مبارکه کوثر حتما روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو مطالعه بفرمایید. تماس از کجا گفتید؟ آقای سید جواد از کابل، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید. بخیر، متشکرم، سلامت باشید. از آثار و فواید محبت حضرت زهرا علیها السلام در دنیا و آخرت چه میدونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. متشکرم از لطف شما. عرضم به حضورتون که راجع و آثار محبت حضرت زهرا در دنیا که همه می دانیم حضرت زهرا سلام الله علیها مادر 11 امام است.
11 حجت خدا. وقتی ما متوسل میشیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی سفارش میکند پایین تر از خودش به فرزندانش 11 فرزندی که حجت خدا هست، و بعد شوهرش و بعد پدرش و همینطور خود حضرت زهرا دردانه خدا در روی زمین است. بله، من عرض کنم خدمت شما که در مشکلات بسیار زیادی که دوستان ما داشتن در همین افغانستان، وقتی متوسل بشن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا فاطمه تو یا مولات یقیسینی، این توسل سه بار مثلا سر میگذارن به سجده، میگن ما سه بار این حرف رو میگیم، بعد میبینیم که همین مشکل به خودی خود خداوند چنان آسان میسازد که اصلا ما نمیدانیم چطور این مشکل آسان شد. احسنتم. و اینه که آدم در دنیا همیشه با دختر پیغمبر، با دردانه پیغمبر ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، فوایدش در دنیا هم میبیند. ولیکن حدیثی از وجود نازنین امام باقر علیه السلام نقل شده است در بهار الانوار جلد 27 صفحه 116، ایشان از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که پیغمبر یک روز به جابر فرمود، به خدا سوگند ای جابر، در روز قیامت فاطمه سلام الله علیها بسان پرنده‌ای که دانه خوب را از بد جدا می‌سازد، شیعیان و دوستداران خود را برگرفته نجات می‌دهد. همون بله. که ندا می‌رسد عین الفاطمیون. حالا ما نه این فاطمیون فقط در ایام فاطمیه خلاصه نکنیم، من نظر شخصی خود بنده این است که در هر وقتی که ما بیاد زهرای اطهر سلام الله علیها باشیم و متوسل به حضرت زهرا باشیم، در هر وقتی در هر زمان و هر مکانی که باشیم، چه فاطمیه باشد چه غیر فاطمیه، حالا فاطمیه بیشتر در مراسم عزای دختر پیغمبر شرکت کنیم و دشمنان و قاتلان حضرت زهرا را، آنانی که نسبت به حضرت زهرا با اینه که سفارشات پیغمبر اسلام را با گوشهای خود شنیده بودند که پیغمبر فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده، احسنتم. آقای سید جواد، قطع شد تماسشون. خواهش میکنم بیننده های محترم که تماسشون وصل میشه، صحبتشون رو نهایتا در دو دقیقه، یک دقیقه و نیم خلاصه کنند، که تماس های دیگری هم پشت خط هست و مطالب بنده هم هست و وقت برنامه تنگ هست. خدای متعال به پیامبر آخر الزمان در مقابل سرزنش ها و زخم زبان های دشمنان و آزار و اذیت ها دختری عنایت کرد که کوثر است، دختری که از طریق این دختر نسل پیامبر خاتم الانبیا ادامه پیدا می کند و نسل سرفرازی هم هستند که تا روز قیامت نام مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زنده نگه می دارند و این نشانه که هو الابتر برای همگان روشن و واضح می شود. و ما افتخار داریم، شیعیان و پیروان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، افتخار داریم که این لیاقت و این توفیق به ما عنایت شدی که محبت حضرت کوثر را، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در دل داشته باشیم. سلام خدمت بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام و شما همکاران گرامیتون. خدمتون عرض شود که در مورد موضوع برنامه امشب، اولین چیزی که فایده‌ای که برامون داره این علاقه و احترام و آثار محبت به حضرت زهرا اینه که در آخرت از انشاءالله از شفاعت حضرت بهره‌مند بشیم. در دنیا هم باعث جلوگیری از گناه و معصیت میشه، چون من وقتی دوستدار حضرت زهرا باشم، در مواقعی که حجابم، کتابم، کارم، گرفتاری، مشکلات زندگیم، جایی که رفتارم با دیگرانه، طرز رفتار با نامحرم، تمام اینا رو سرلوحه قرار میدم انشاءالله که خودم رو نزدیکتر به حضرت بکنم، چون
نمیتونم در پایه‌ای برسم که به مقامی برسم که از دوستداران واقعی خودمو بدونم، چون واقعا ما اصلا نمیتونیم اون خانومی و اون عزت حضرت رو داشته باشیم، اما سعیمون رو باید بکنیم که به اهل بیت و اعمالشون نزدیک بشیم. این سعی کردن ما از روی محبت و علاقه بیشتر ما رو نزدیک میکنه به حضرت و باعث این میشه که دلخوش باشیم به اینکه ما از پیروان و از دوستداران حضرت هستیم. انشاءالله که بتونیم با محبت هامون پیرو راه حضرت زهرا باشیم و با دشمنان حضرت در از اولین شخص لعنت الله علیه تا به حال هر کس که در راهی قدم برمی‌داره که بر ضد ولایت و امامت حضرت امیرالمومنین و خانم حضرت زهرا هستش به مبارزه برخیزیم و انشاءالله پیرو به راه امیرالمومنین و اولادش باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از سرکار خانم علوی. دومین پیام صوتی که امشب از تهران داشتیم و تماس وصل میکنید؟ بله، دومین تماس امشب از افغانستان، سرکار خانم حلیمه از مزار شریف. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما، برنامه خوب شما، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین. متشکرم، سلامت باشید. بفرمایید، نظرتون رو میشنویم. برنامه خدا در باره عنوان امشب شما میخواستم بگویم که در مورد آثار و فواید محبت اهل بیت به خصوص بی فاطمه زهرا روایت متعددی وجود داره. بله. از جمله که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان میفرماید که سلمان فارسی یکی از محبین بسیار و مریدان خوب اهل بیت علیه السلام بودند، مخصوصا دوست خیلی خوب مولا علی علیه السلام بودند، که می فرماید که ای سلمان، هر کس فاطمه دختر ما را دوست داشته باشه با ما در بهشت است و هر کسی که پورت دشمن بداره او در آتش جهنم می سوزه. و همچنان باز هم به سلمان می فرماید که خوب فاطمه سلام الله علیها در صد جایگاه از مواطن سود می دهد که آسانترینش مرگ و قبر است و همچنان محاسبه و صراط است. و در جای دیگر امام محمد باقر علیه السلام نیز می فرماید که حضرت زهرا سلام الله علیها کسایی را که حضرت زهرا را دوست داشته باشند در روز قیامت مانند ایک یک پرنده از میان دانه های خوب و بد دانه های خوبش جدا می کنند. بی فاطمه زهرا همانطوری دوستاش خود از میان یک را جدا می کنند و وارد بهشت می شوند. احسنتون. و دیگر می توانیم بگویم که در زندگی روزمره ما آثار محبت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها که یکیش کیست که سبب قبولی دعای ما میشه، سبب آمردن گناهای ما میشه، که امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید که محبت اهل بیت، یعنی که بزرگ مادر اهل بیت بی فاطمه زهرا علیه السلام است، سبب ریزش گناه ها میشه. مثل یک برگ از رخ میریزه گناهای ما، مبوس از اعمال ما. درود بر شما، احسنتم. تشکر میکنم سرکار خانم حلیمه از مزار شریف. خواهش میکنم بیننده های محترم تماس ها و پیام های صوتی رو با دقت بشنوید که وقتی شما تماس میگیرید یا پیام صوتی میخواید ارسال کنید، مطلبی که دیگر بیننده های محترم اشاره کرده اند رو تکرار نکنید. تشکر میکنم از شما. به روایتی اشاره کردن برخی از بیننده های محترم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقابل درب بهشت می ایستند. حالا قدری راجع به این روایت صحبت خواهم کرد، اما روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هست. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هم در جلد هشتم بهار صفحه 51 نقل کردند، دیگر راویان هم نقل کردند که حضرت فاطمه زهرا علیها السلام لفاطمه وقفتون علا باب جهنم. امام باقر علیه السلام میفرمایند در مسیرشان مادرمان حضرت زهرا یک ایستی هم، یک وقفه ای هم در مقابل در جهنم دارند. تماس وصل میکنی؟ آقای هارونی از اصفهان، سلام علیکم. آقای هارونی تماسشون قطع شد. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند در روز قیامت
رو پیشانی تک تک بنده های خدا نوشته شده است که این شخص مؤمن است یا کافر، و مشخص می شود که مسیر او جهنم است یا بهشت. امام باقر علیه السلام می فرمایند محب ما که گناهان زیادی دارد فیؤمر به محب قد کثرت ذنوبه الی النار. محب ما که گناهان زیادی دارد، خدای متعال به او دستور می‌دهد که به سوی جهنم برو. اما روی پیشانی او نوشته شده است که محب ما اهل بیت است. چگونه یک محب به جهنم وارد شود؟ اما امام باقر علیه السلام می‌فرمایند قد کثرت ذنوبه، گناهان زیادی دارد. مادرمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فتقول الهی و سیدی سمیتنی فاطمه و فطمت بی من تولانی و تولا ذریتی من النار و وعدک الحق و انت لا تخلف المیعاد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقابل درب جهنم این شخص رو میبینند که از محبین اهل بیت هست و به واسطه گناهان زیاد خدای متعال دستور داده وارد جهنم شود. حضرت فاطمه سلام الله علیها خطاب میکند به خدای متعال که بار پروردگارا مرا فاطمه نامیدی، یعنی محبین من از آتش دور هست، این محب الان داره میره سمت جهنم. وعده فرمودی و وعده توی خدا حق است. سمیتنی فاطمه، هر کسی که دوستدار من باشد و دوستدار ذریه من باشد رو وعده کردی که از آتش دور نگه داری. جواب خدای متعال به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در صحرای محشر، فیقول الله عز و جل صدقت یا فاطمه، درست میگویی فاطمه. انی سمیتکی فاطمه و فطمت بک و فطمت بکی من احبکی و تولاکی و احب ذریتک و تولاهم من النار. همین است که توی فاطمه میگویی، خدای متعال ندا میدهد، همین است که توی فاطمه میگویی، راست میگویی، من تو را فاطمه نام نهادم و قسم یاد کردم که محبین تو و ذریه تو را از آتش دور نگه دارم و وعدی الحق و انا لا اخلف المیعاد، وعده من خدا حق است، خلف وعده نمی کنم. و انما امرت به عبدی هذا الی النار. دقت کنید، این محبی که داره به سوی جهنم می رود رو خدای متعال عبدی خطاب می کند. به این دلیل عبدم را دستور دادم که به سوی جهنم برود، الی النار، راه بیفتد به سوی جهنم، لتشفعی فیه، برای اینکه همه کسانی که در صحرای محشر هستند ببینند کسی که مستوجب عذاب الهی است توی فاطمه شفاعتش رو بکنی، به خاطر اینکه مقام شفاعت تو را به رخ بکشم در صحرای محشر مقابل میلیاردها میلیارد مخلوق، این کار رو کردم، دستور دادم به سوی جهنم برود، ولی اینجاست که شفاعت توی فاطمه به فریادش میرسد و من شفاعت تو را قبول میکنم در حق او. لیتبین لملائکتی و انبیائی و رسولی و اهل الموقف موقفک منی موقفک منی و مکانتک عندی، برای ملائکه خودم و انبیا و رسولانم جایگاه تو میخواهم مشخص شود. الله اکبر از این روایت. جایگاه توی فاطمه نزد من میخواهم برای ملائکه خودم و رسولانم و پیامبرانم مشخص شود، پس هر کسی که تو اراده کنی از جهنم دور خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد موضوع برنامه امشب،
یکی از واجبات بلکه از ضروریات دین اسلام محبت اهل بیت علیهم السلام می باشد که محور آنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و هدف از خلقت نیز محبت این خاندان است، چنانچه در حدیث شریف کسا آمده است الا فی محبت هاولا، و قبل از این قرآن کریم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، و بنابر حدیث شریف کسا می توان گفت که از آثار و برکات محبت حضرت زهرا سلام الله علیها این است که انسان محبوب آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواهد شد، محب لمن احبهم، و همین برای سعادت انسان در دنیا و آخرت کافی است که محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و بغض دشمنان حضرت را داشته باشد. البته واضح است که محب واقعی سعی می کند که اعمال خود را نیز تطبیق کند با آنچه که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، و همچنین بیان این نکته ضروری است که از مهمترین آثار محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و بغض دشمنان ایشان قبولی اعمال انسان می باشد، چرا که شخص بدون این شرط اساسی هر آنچه از اعمال نیک به جا آورد هیچ ارزشی نزد خداوند ندارد و در آخرت مورد سبا باقی نمی شود. اللهم عجل لولی کل فرج. اللهم عجل لولی کل فرج. تشکر میکنم از آقای علی که از تهران پیام صوتی ارسال کردن، و هم سرکار خانم علوی و هم آقای علی در پیام های صوتیشون به این مطلب اشاره کردن که همین محبت باعث می شود که پیروی کنیم از اهل بیت علیهم السلام، و مطلب صحیحی است، در روایات هم همین آمده که واضح و مشخص است محبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همین محبت آنها را هدایت می کند به کارهای نیک و پسندیده، و همین محبت و عشقی که از حضرت فاطمه سلام الله علیها در دل دارن آنها را از کارهای ناپسندی که خدای متعال نهی فرموده باز می دارد، و همین محبت مقدمه ایست برای پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که همان پیروی از خدای متعال است. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند که جابر روزی نزد پدرم حضرت امام باقر علیه السلام شرفیاب شد، و قال جابر به پدرم امام باقر علیه السلام عرضه داشت یا ابن رسول الله حدثنی به حدیث فی فضل جدتی که جدتی که فاطمه اذا انا حدثت به شیعه فرحو به ذالک. جابر عرضه داشت که یا ابن رسول الله یا امام باقر حدیثی مطلبی درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان کنید که وقتی من این مطلب رو برای شیعیان شما بیان می کنم خوشحال شوند، دلشون گرم بشه، فرحو به ذالک. امام صادق علیه السلام می فرمان که پدرم امام باقر مطلبی رو از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جابر نقل کرد، مطلبی که حدود یک صفحه و نیم روایت است، و پیشنهاد میکنم حتما مطالعه بفرمایید. مطالبی است که برای شادی دل شیعیان امام باقر علیه السلام این مطالب رو از آثار و فواید محبت حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنند، که از اول شروع میکنند که در روز قیامت در صحرای محشر برای هر پیامبری منبری نصب میشود، و برای هر وصی از اوصیای پیامبران منبری نصب می شود، برای تک تک اینها رو نقل می کنند که سخنانی و خطبه ای ایراد می کند پیامبر خاتم الانبیا که هیچ یک از پیامبران مانند آن را نشنیده باشند، و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که وصی و جانشین پیامبر آخر الزمان هستند خطبه ای ایراد می کنند که هیچ وصی مانند آن را نشنیده باشد، برای فرزندان آنها منبری نصب می شود، تا اینکه امام حسن و امام حسین هم خطبه ای ایراد می کنند که هیچ یک از فرزندان انبیا نشنیده باشند. روایت مفصلی است تا آنجا که جبرئیل ندا سر می دهد که این فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. تماس وصل می کنی؟ آقای علی از خرمشهر سلام علیکم.
آقای علی آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام حاج آقا، احوال شما؟ خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید. الو بفرمایید، صدای شما پخش میشه. آثار و فواید محبت حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت چیست؟ بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. همچنین ایامی که پشتر گذاشتیم، تولد خانم فاطمه زهرا سیدتون نساء العالمین بود. انشاءالله که خداوند عالم به برکت این بانوی بزرگوار به ما و شما عنایت خاص بکنه در زمره یاوران آقا حجت ابن الحسن قرار بدید. الهی آمین. وقتمون کم آقای علی آقا، خواهش میکنم که به صورت مختصر بفرمایید پاسخ سوژه امشب. چشم. و اون چی که من میخوام بگم خدمت همه بینندگان عزیز اینه که خداوند عالم به بهترین بندش، با شرافتترین بندش بهترین عطیهشو میده. در واقع خداوند عالم نور چشم خودش رو به پیامبرش میده، خطاب میکنه انا اعطینا کالکوثر. در واقع این خانم لیاقت پیدا نکردن پیامبران عظیم و شأن. چشم، من الان تموم میکنم حاج آقا. صدای تلویزیونتون رو خواهش میکنم ببندید. تلویزیون بسته است حاج آقا. این چیزی که من خدمت شما عرض میکنم اینه که خداوند عالم بهترین عطیه‌اش رو نه به جناب آدم داد، نه به جناب موسی داد، نه به جناب شمس داد. در واقع این عطیه‌اش رو به بهترین بندهش داد، در حالی که دستور میده بهش که شما از خدیجه دور بشید به مدت 40 روز. خداوند عالم به میخواست به بهترین بندهش بهترین هدیه‌اش رو بده، هدیه‌ای که به نبی آدم داد نه به نوح داد. در واقع این خانم باعث شد که انبیاء الهی اگر برگزیده می شدن الا و لابد باید به افضلیت این خانم و محبت این خانم، در حالی که این دختر هنوز به دنیا نیامده. احسنتم، بله. تشکر میکنم از آقای علی از خرمشهر و عذرخواهی میکنم که وقت برنامه بیش از این به ما اجازه نمیده که در خدمت بیننده های محترم باشیم. صلی الله علیک یا قتیل الاتشان یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ساقی اتشان کربلا یا قمر بنی هاشم یا حضرت ابوالفضل، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام. مولانا و مقتدانا امیر المومنین علیه السلام می فرمایند خوشا به حال کسی که محبت ما اهل بیت در قلبش نفوذ و رسوخ کرده باشد. ایمان در قلب چنین کسی از کوه احد در مکانش ثابت تر است و کسی که محبت ما در دلش وارد نشده باشد، ایمان در دلش حل می شود همان گونه که نمک در آب حل می شود. امام باقر علیه السلام در حدیثی می فرمایند به خدا سوگند ای جابر، در روز قیامت مادرم زهرا شبیه پرندهی که دانه خوب و بد را جدا می کند، شیعیان و دوستدارانش را جدا می کند و دربر گرفته و نجات می دهد. رسول خدا به سلمان فرمود ای سلمان، محبت فاطمه در صد جا سودمند است که آسانترین آنها هنگام مرگ و ورود به قبر و هنگام سنجش اعمال و برانگیخته شدن و گذر از پل صراط و محاسبه اعمال است. ای سلمان، کسی که به دخترم فاطمه محبت داشته باشد در بهشت با من خواهد بود و کسی که با او دشمنی کند آتش جهنم خواهد رفت. و روزی دست امام حسن و امام حسین و مولا و حضرت زهرا را گرفت و فرمود هر که این دو فرزند و پدر و مادرش را دوست داشته باشد در قیامت در درجه من و با من خواهد بود. اللهم اجل ولیک الفرج. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، با تشکر از برنامه خوب شما یا علی مدد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از سرکار خانم زارع که از اصفهان پیام صوتی ارسال کردند. روایتی که اشاره کردم قبل از این پیام صوتی از امام باقر علیه السلام که فرمودند شیعیان با شنیدنش خوشحال میشوند بسیار طولانی هست. خواهش میکنم که مطالعه بفرمایید. در این روایت میفرمایند که محبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با کثرت گناهانشان در قیامت مورد شفاعت حضرت زهرا قرار میگیرند و خودشان از زمره شفاعت کنندگان هستند. محبان حضرت زهرا سلام الله علیها هم مورد شفاعت حضرت قرار میگیرن، هم خودشون شفاعت میکنن دیگر گناهکاران رو. تشکر میکنم از همراهیتون. وقت من تمامه. دعاگو من آیب و زیارتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.